بخیر بینندگان محترم شبکه تیوی پلاس، خیلی خوش اومدید به گفتگوی ما با جناب آقای محمود شهریاری که همیشه مصاحبه‌هاشون متفاوت و مفصل و بهتره کن. آقا خیلی خوش اومدید. شما این ارادت دارم. افتخاره. ممنون از دعوتتون. متشکرم. خیلی لطف کردین. در خدمت شما. خدمت از ما. آقا خیلی همه نگران بودن بعد از انتشار اون ویدیویی که شما رو در حال تبلیغات یه رستوران دیدن، گفتن که آقای شهریاری نکنه فود بلاگر شدن. نه، من دوشنبه اول هر ماه مرکز خرید گالریا در ولنجک، من اونجا یه قرعه کشی اجرا میکنم که یه دستگاه 206 قرعه کشی میکنن و موتورسیکلت برقی و اینا. من رفته بودم برای اجرای اون که آقای فرهاد از من خواست که توی استوری شرکت کنم و فقط دعوت یک دوست بود دیگه، هیچی دیگه نبود. یعنی الان منبع درآمد شما از اینکه تو رستورانا برین و اینا نیست؟ بلاگر و اینا اصلا نیست. آره اصلا تو شأن شما نیست آقا. آقا کل ایران با شما خاطر دارن، کیف میکنن. همچنان هم مشکلات خوشبختانه هنوز به اونجا نرسیدین. نه خدا نکنه برسه. مخلص شما. ان شاءالله که هیچ اتفاق نیفته. سلامت باشید. ولی مثل که بعدشون هم نمیاد دوستان بعضیا به اونجا برسه. آره چون همه چی شما ممنوعین، رستوران که میتونیم بریم. آره شاید هم بریم بعد بگن اصلا اونجا من ممنوع، نمیدونم حالا. ولی فعلا من نرفتم. چون آقا ما یه مسابقه داشتیم دو سه سال پیش با هم خدمتتون با افتخار. خواهش می‌کنم. که گفتین آقا اگرم که استیجا هم ممنوع کار بشم نتونم برم، میرم تو رستوران کار میکنم. بله. این ویدیو مردم چسبوندن به اون صحبت‌ها، شما گفتن خب آقای شهریاری رسید به بخش شد دیگه. آره نه خدا نکنه. نه نشدم. کلا چجوری آقا میگذره امروز من امورات شما؟ هیچی، من موزیک گوش میکنم، کتاب میخونم و گاهی چیزی مینویسم و استیجم اگر باشه اجرا میکنم. همین. و خرج بله. زندگی میگذره. بله. البته ماشاءالله میدونم که شما پسنداز خوبی دارین. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که باهوش بودین و این اتفاقو انجام دادین. قربون شما. هنوزم نمیخواین از ایران برین؟ من نمیرم. نه. چرا آقا؟ نمیتونم. اصلا نمیتونم. خیلی به شما یعنی آره اصلا شده. نمیتونم بهش فکر کنم. یعنی بودن در اونجا و میدونید من یه موقعی برنامه سراب رو میساختم دیگه. بله. شما که نمیدونید، شما متولد نشده بودید فکر کنم. چه سالی بود آقا؟ سال دهه 60 و اینا. من 66 ام. آ نه، پس متولد نشده. منم تو اون سن و سال سرابو نمیدونم. متولد نشده بودید. یه برنامه من میساختم که مرحوم آوینی تدوینش میکرد و من اجرا میکردم، درباره مهاجرت بود کلا اصلا. درسته. موضوع برنامه سراب. من با اونجا با آدم نخبه مصاحبه کرده بودم، با آدم پولدار سرمایه‌دار که رفته بود خارج از ایران سرمایه گذاری کرده بود مصاحبه کرده بودم، با چهرهای علمی، مردم معمولی، با همه. بله. اما یه نکته مشترک توی تمام این گفتگوهاشون بود که وقتی که به اونجا میری بعد از یه مدتی تبدیل میشه به یه زندان لوکس برات. درسته. مخصوصا اگر نتونی برگردی به کشور، واقعا یه زندان لوکس مدرن اینجوریه که همه چی داره ولی وطنت نیست و تو به هیچ وجه راحت نیستی. و منم اصلا روحیات خودم رو میشناسم دیگه. من یه آدم وطن پرستم، نمیتونم از این روحیه خودم جدا بشم و مطمئنم که دوام نمیارم اونجا، نمیتونم چون مطمئنم. آقای شهریاری حالا خارج از تعارف و اتفاقای این شکلی، مطمئنم شما خیلی ریکوست داشتین برای اینکه کار بکنید تو خارج از کشور، درآمد ارزی خوب داشته باشین، تو شبکه‌های پربیننده کار بکنید. بله. ولی فقط این حس وطن پرستی است که نمیذاره. اصلا نمیتونم. همسرتون هم اصرار نمیکنن که برین؟ بعضی وقتا که خیلی اذیت میشن بچه ها، میگن. درسته. میگن که مثلا کاش میشد که راحت تر زندگی میکردیم، کاش این دغدغه ها نبود. بله. ولی نه، اینی که بسر باشن بیاییم بریم نه. حتی دختر من که الان راحت میتونه بره و امکاناتش هم داره نمیره. اونم نمیره. اونم به شما رفته. آره نمیره. بعد خودش ما که این حسو داریم، یعنی ما حرص میخوریم جای شما که ما یکی مثل محمود شهریاری داریم که بی‌تعارف تاپ لول ترین مجری
شما تلویزیون ایران بعد از انقلاب بی‌تعارف آقا، حتی آقای رشیدپور هم با هم گفتگو کردیم. بچه‌های تلویزیون هم همین عقیده رو داشت. آ نه واقعیت آقا مدیرای تلویزیون خب نه متأسفانه تفکرش چیز دیگه است. خودتون هرس نمی‌خورین که یکی مثل محمود شهری رو تو تلویزیون نیست یا تو برنامه‌های مختلف نیست؟ نه وقتی که به اجازه نمیدن هرس خوردن چی رو دوام می‌کنه؟ نه برای من طبیعی شده دیگه که رادیو تلویزیون ما اینه و فقط برای یه قشر خاص داره برنامه اجرا میکنه. بله. هدفش هم اینه که اون قشر خاص و اون تعداد افراد راضی باشن از برنامه‌هاش و بقیه مردم که اکثریت مردم هستن اصلا نپسندیدن، نگاه نکردن، براشون مهم نیست. آره من فکر میکنم اینه، اگر نه خب به فکر میبودن، اگر همه مردم دغدغشون بود به فکر میبودن. همه مردم نیست و میگن که شبکه‌های ماهواره‌ای الا ماشاءالله زیاده، برن اونا رو ببینن. اونا رو ببینن، ما هم برای همین تعداد مشخصه یعنی تفکر الان اینه. آره آره اینا برنامه همون 5% که میبینن ببینن، بقیه مهم نیست. آره. برن سلیقه‌هاشون رو با چیزای دیگه آره تعمین بکنن. آقا شریر اگه به عقب برگردین کدوم کارو انجام نمیدید؟ از نظر رادیو تلویزیون؟ آره نه نه از نظر زندگی حرفه‌ایتون. مثلا میگین آقا این کارو کردم اشتباه کردم اونجا این کارو کردم. من تقریبا از چیزی پشیمان نیستم. بله. از هیچ کدوم از کارام پشیمان نیستم. اگر مقابله‌ای کردم، اگر انتقادی کردم، اگر جلوی مسئله‌ای وایسادم، من فکر می‌کنم که به اندازه خودم و به اندازه تواناییم تأثیرم رو گذاشتم رو جامعه، حتی روی مسئولان. مردم عزیز ما بدونن که یه موقعی مثلا حتی گفتن این که امشب شب چله است ممنوع بود. مردم عزیز ما بدونن که نوروز رو و آداب نوروزی رو خرافه میدونستن تو کشور ما. مردم عزیز ما بدونن که من اولین برنامه‌ای که مصادف شد با شب چله و یلدای ایرانی به ما پشت من اون موقع گزارشگر بودم، پشت بیسیم گفتن که خیلی به این مسئله اشاره نکنی یا تو گزارش ها. و من یادمه برای اینکه بگیم که امشب شب چله است، من گفتم که امروز کوتاه‌ترین روز ساله، به جای اینکه بگم بلندترین ساله. ما اینجوری قدم به قدم برداشتیم که الان میتونیم برنامه اجرا بکنیم. شما ببینید در زمینه موسیقی خوبه الان خواننده های جوانمون که الان دهه 70 و 80 هم حتی دارن میان سر کار، بدانن که هر چند وقت یه بار میومدن آرشیو صدا و سیما رو قلقم میکردن، میگفتن هر آهنگی که قابل پخش بود اصلا خودشون مهر پخش زده بودن و مجاز بود پخشش، یه دفعه می اومدن همه اونا رو در یه بررسی مجدد می گفتن که اینا درباره عشق زمینی صحبت بکرده و اینا ممنوع. آهنگایی که مثلا تا دیروز قابل پخش بود یه دفعه ممنوع می شد. دو سه ماه اینطوری می شد، مردم اعتراض می کردن، دستشون خالی می شد، هیچی نداشتن، باز دوباره آزاد می شد، باز دوباره ممنوع می شد. الان رو نگاه نکنید اینقدر... که الان این موسیقی ها همینجوری داره پخش میشه. اینا حاصل همه خونه دل خوردن های ماست و فوشاشو ما شنیدیم. بله. یکی از مدیران آدم تحصیل کرده ای بود، میگفت ما که نمیتونیم بیاییم رسما بگیم که مثلا اینجور اجرا آزاد، شما بخندین مثلا ابی نداره قهقه هم بزنید توی برنامه، بالاخره جزء وجود آدمه قهقه زدن و اینا. بله. ما که نمیتونیم بگیم آزاد، شما بکنید ما میایم شما رو توبیخ میکنیم، ولی شما ادامه بدین، اگر نه کارا جلو نمیره. ما اینجوری تا اینجا پیش رفتیم. آره خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. من الان به اون روزا نگاه میکنم. ما یه برنامه‌ای داشتیم بعد از خبر. بله. هیچ وقت یادم نمیره مرحوم صادق عبداللهی و آقای عوضی تهیه کننده های اون بودن، به من و آقای آتش افروز گفتن که چند تا
لباس بیارید، ما میخوایم 4-5 تا برنامه رو یه دفعه ضبط کنیم. بله. چون بلافاصله بعد از اخبار شبکه یک پخش میشد اسمش رو گذاشته بودن بعد از خبر. یه برنامه که ضبط کردن، من دیدم که هر دو این آقایون توی اتاق فرمان رفتن توی فکر و دستاشون گذاشتن زیر چونه هاشون. گفتیم چی شده؟ گفتش که خیلی شاد اجرا کردین. من نمیدونم اینا اصلا پخش اجازه پخش میدن یا نه. اجازه پخش میدن یا نه. گفتیم چرا؟ گفتش که خیلی شاده، چون الان نه دهی فجره، نه عیده، نه میلاده، هیچی نیست، شما چرا شاد پخش کنی؟ گفتیم خب نه عزاداریه، نه محرمه، نه آره. چرا حالمون بد باشه؟ خب قدره. بله. چرا باید غمگین اجرا بکنیم؟ گفت خب اونم حرفیه، ببریم ببینیم که شبکه چی میگه. فکر کنید الان من برای دوستای جوونم میگم که الان راحت دارن اجرا میکنن. بله. بگم که ما این مراحل رو طی کردیم، بردن پیش مدیر گروه اجتماعی شبکه یک، اون موقع آقای موسوی نامی بود. ایشون گفتش که ما سابقه نداشتیم همچین برنامه‌ای، من نمیتونم مجوز بدم، بذاریم مدیر شبکه ببینه. مدیر شبکه آقای فریدزاده بود اون موقع، دو تا شبکه هم بیشتر نداشتیم، یک و دو. آقای فریدزاده دیده بود، گفته بود که یخ کرد، نه من نمیتونم، نمیدونم اصلا، این سابقه نداشته، بذارید مدیر عامل سازمان، اون موقع رئیس سازمان نمیگفتن، مدیر عامل میگفتن، آقای محمد هاشمی ببینه. آقای بله. محمد هاشمی دیده بود، با توجه به اینکه ایشون آمریکا درس خونده بود و اینا بروزتر بود ایشون. آره بروزتر بود. گفته بود که مشروط یه چند تا ضبط کنیم پخش کنیم ببینیم از کجاها صدا در میاد. باز دمش گرم. بعد چند تا مشروط پخش کردن، دیدن که صدا در نیامد، بلکه استقبال هم کردن، حتی قم استقبال کرد از این جور برنامه. بله. ها بعد مد شد، بعد مد شد، بعد ساعت خوش اومد، بعد نوروز 72 اومد که اولین حضور آقای مهران مدیری. آقا یادتونه آیتماشو دیدین که خدا آقای مدیری عزیز که خیلی هم همه دوستشون دارن اجرای خود شما رو تقلید میکردن. بله، اولین برنامه اولین حضور آقای مهران مدیری بود دیگه. بله. در برنامه نوروز 72 ناراحت میشدین وقتی کار شما رو تقلید میکردن؟ نه چرا باید ناراحت بشم؟ نه اصلا، اینقدر شما رو بورس بودین که اصلا با اون برنامه میساختن با اجرای شما. خوشحالم بودم که مهران مدیری چون فوق العاده هنرمند با مزه و اینایی بود و اون موقع تو رادیو توی صبح جمعه بود، هم ایشون خب تقلید برنامه ما رو کرد و اینها، و هم آقای منوچهرخان نوذری خدا رحمت کنه، خدا و اون موقع تو برنامه صبح جمعه آقای مهران مدیری کار میکرد، ولی آقای نوذری ناراحت شد که راشم نداد اون موقع دیگه. آه. توی برنامه صبح جمعه. درسته، از اینکه ایشون تقلید کرده بودن کارشون. آره، شوخی کرده بودن هفته رو. بله. الان آقای شهریاری میگن که دو تا گزینه وجود داره و شما باید انتخاب کنید. آقای محمود شهریاری و عادل فردوسی پور میتونن برگردن به تلویزیون. به خود شما میگن، شما ترجیح میدین کدومتون برگردین؟ قلبی یا خداییش؟ نه خداییش، من ترجیح میدم عادل برگرده، برای اینکه من فکر میکنم عادل خیلی بیشتر از من طرفدار داره و فوتبال کشور بهش احتیاج داره، ورزش کشور بهش احتیاج داره. یعنی شما قید خودتون رو میزنی؟ آره، من شاید الان شما باور نکنید و فکر کنید خیلی سخت باورش، ولی به جان دخترم من حاضرم که اگر بگن که یا تو یا عادل، من خودم میگم عادل برگرده. بابا چه قلبی دارین شما. آره عادل برگرده، چون ببینید یه جاهایی آدم وقتی میگه منافع شخصی باید فدای منافع ملی بشه و بله. مردم بشه، اینجا اینم هست دیگه، نه فقط من از دیگران بگم انتقاد کنید، عارف از دیگران بگم، اینجا هم باید من بگم که خب الان فوتبال کشور و مردم کشور و جوانهای کشور به عادل علاقه دارن، به برنامهش علاقه دارن. من خیلی هم خودم دوست دارم که عادل برگرده. عادل خیلی آدم تحصیل کرده و باسوادیه. بله. و خیلی هم از حس وطن آقا دوستی مشکلش داره. چیه که الان 3 سال گذاشتنش کنار؟ شما که تو بدن من نمیدونم دوستان هستی. مدیر عامل جدید، رئیس جدید سازمان در اولین
گفتش گفته بود که ما مشکلی نداریم. آره مشکلی نداریم، اگر مشکلی ندارید چرا نمیذارین بیاد؟ بنابراین معلوم میشه مشکلی هست و یه قسمتی از سازمان، شاید قسمت عمده‌ای از سازمان ما در خارج از سازمان مدیریت میشه. اگر در خارج از سازمان مدیریت نشه و فقط مدیر سازمان تصمیم بگیره که موضعش رو اعلام کرده و چرا انجام نمیشه، هنوزم علت حذف واقعی عادل مشخص نشده. بله هنوزم کلی حرف و حدیث هست که به این علت به این علت. بله شما فهم میکنید به کدوم علت بود حذف اصلیش؟ من فکر میکنم که همین رانت‌های اقتصادی که متاسفانه عده‌ای از نظامیان ما وارد شدن. بله. و وقتی که خطر ورود افراد نظامی، وقتی که قانون ممنوع کرده بود به فضای سیاسی و اقتصادی، وقتی افراد نظامی وارد مسائل اقتصادی و سیاسی میشن، بعد هر جا کم بیارن از قدرت نظامی و از زور اسلحه میخوان استفاده کنن. ممکن بود که به بیزینسشون ضربه بخوره، واسه همین حذفش کردن. آره دیگه. آره چون چند تا این اصلا خطر ورود نظامیان به مسائل اقتصادی و سیاسی دیگه. همینه که هر جا کم بیانین شما از قدرت نظامیتون و از اسلحه‌تون استفاده میکنین. بله. هرچند که به ظاهر بگین نه گل و بلبله، ولی مردم باطنو که میفهمن.